ناتینگ فون 2 خیلی زودتر از چیزی که انتظارشو داشتیم قراره به صورت رسمی معرفی بشه. کمپانی ناتینگ با اینکه خیلی تلاش کردش که تا زمان انتشار رسمی این گوشی از افشای اطلاعاتش جلوگیری بکنه، ولی خب طبق معمول موفق نبودن و اطلاعات ناتینگ فون 2 به بیرون درز پیدا کردش. حالا هم که از همیشه به معرفی رسمی این گوشی نزدیک تریم، طی این ویدیو میخوایم که به بررسی ویژگی های ناتینگ فون 2 بپردازیم، پس با ما همراه باشید. تا الان رندرهایی که از ناتینگ فون 2 منتشر شده این خبر به ما میده که این کمپانی قصد بیخیال شدن طراحی ترانسپرنت رو نداره. پنل پشتی گوشی نسبت به نسل قبلی تغییر زیادی نکرده و دوربین ها برآمدگی های خودشون رو دارن و سر جای قبلی شونن. فقط با این نگاه جزئی تر میشه متوجه شدش که جایگاه نورهای LED یک کوچولو تغییر کرده. جز باریک‌تر شدن بزل ها هیچ تغییر قابل رؤیت دیگه‌ای توی پنل جلویی ناتینگ فون 2 رخ نداده و همچنین تصور هم میشد که دوربین سلفی کماکان توی یک حفره بالا سمت چپ باشه. ولی توییت کارل پی مدیر عامل کمپانی ناتینگ یه جور این خبر رو لو دادش که حفره دوربین سلفی از بالا سمت چپ به وسط پنل جلویی منتقل شده. نورپردازی گوشی یا همون گلیفا هم قراره بهشون یک سری قابلیت‌های جدید اضافه بشه، ولی اینکه این قابلیت‌ها چیان هنوز مشخص نیستش. کارل پی اعلام کرده که قرار نیستش به این نورپردازی RGB اضافه بشه، چون به نظرش اگر گوشی هفت رنگ بشه خیلی طراحی مسخره‌ایه، پس این پروژه کلاً کنسل و نورها مثل قبل رنگشون ثابته. با اینکه ناتینگ فون 1 سخت افزار پرچم‌دار نداشت، ولی قراره که این قضیه توی گوشی نسل جدید ناتینگ بالکل تغییر بکنه. ناتینگ فون 2 از تراشه اسنپ دراگون 8 نسل 1 استفاده میکنه که یکی از قدرتمندترین چیپ‌های موجود توی بازاره. البته با اینکه اسنپ دراگون 8 نسل 1 آخرین خروجی کمپانی کوالکام نیستش، ولی نسبت به نسل قبلی یعنی اسنپ دراگون 778 جی پلاس پیشرفت خیلی زیادی کرده و همین توقع هم میرفتش که این گوشی به بخش سخت افزارش بیشتر پرداخته بشه. همچنین افشاگرها لو دادن که ناتینگ فون 2 با رم 12 گیگابایتی و نسخه پایه 256 گیگابایتی به بازار عرضه میشه، که این به این معنیه که نسخه 128 گیگابایتی بالکل حذف میشه و این هم به این معنیه که ناتینگ فون 2 طبعا نسبت به ناتینگ فون 1 شامل افزایش قیمت میشه. اما چرا توی ناتینگ فون 2 از اسنپ دراگون 8 نسل 2 استفاده نشده؟ خب طبق گفته کارل پی، اسنپ دراگون 8 نسل 2 قیمت گوشی رو به شدت افزایش میده که خارج از نیازهای کاربره و همین اسنپ دراگون 8 نسل 1 هم به خوبی میتونه تمام نیازهای کاربر رو برطرف کنه، پس نیازی به استفاده از نسل 2 نبوده. اسنپ دراگون 8 نسل 1 در مقایسه با سری 700 مزیت‌های خیلی بیشتری داره، از جمله عمر باتری بهتر، پردازش قوی‌تر عکس‌ها، عملکرد قوی‌تر هنگام بازی و برای گیمرها هم فریم ریت بیشتر. تمام چیزهایی که از یک گوشی پرچم‌دار انتظار میره. از لحاظ باتری هم از ناتینگ فون 1 به ناتینگ فون 2 باز هم شاهد پیشرفت بودیم. ناتینگ فون 1 با باتری 4500 میلی آمپر ساعتی به بازار اومد، در حالی که این عدد توی ناتینگ فون 2 به 4700 میلی آمپر ساعت افزایش پیدا کرده. البته هنوز معلوم نیستش که سرعت شارژ ناتینگ فون 2 چه عددیه، ولی امیدواریم که مثل نسل قبلی 18 وات نباشه. ناتینگ فون 2 احتمالاً با صفحه نمایش 6.6 اینچی ادابتیو امولد با نرخ نوسازی 120 هرتزی به بازار عرضه بشه و همچنین میزان روشنایی صفحش از 700 به 1000 نیت افزایش پیدا کرده، یعنی اینکه به راحتی زیر نور خورشید و یا نور مستقیم میتونید به گوشی پرچم‌دارتون کار کنید. توی بخش دوربین اطلاعات خاصی افشا نشده و البته توقع تغییرات زیادی رو هم ندهیم. با توجه به پروفایل تصویر خوب فون 1 با اون قیمت مناسبش، این توقع از فون 2 هم میره که عکساش کیفیت بالایی داشته باشن. احتمالاً مثل گذشته ستاپ دوربین ناتینگ فون 2 هم شامل دو تا لنز عریض و فوق عریض 50 مگاپیکسلی بشه به همراه یک دوربین سلفی 16 مگاپیکسلی. البته هنوز هیچ اطلاعاتی راجع به کیفیت فیلمبرداری این گوشی منتشر نشده و برای اینکه چیزای بیشتر راجع به دوربینش بفهمیم باید یه خورده منتظر بمونیم. بخش نرم افزار اما بیشترین تغییر نسبت به سایر بخش‌های گوشی ناتینگ فون داشته، ولی
ولی افشاگرها کمکاری کردن و خیلی اطلاعات زیادی ازش منتشر نکردن. طراح نرم افزار کمپانی ناتینگ فون توی مصاحبه اعلام کرده که قرار سیستم عامل ناتینگ فون 2 از صفر نوشته بشه تا بهترین رابط کاربری ممکن رو در اختیار کاربرهاش قرار بده و یک تجربه متفاوتی از سیستم عامل اندروید باشه. در انتهای ویدیو این نکته رو بگم که تمام اطلاعات گفته شده توی این ویدیو نکاتی بوده که افشا کننده ها به بیرون درز داده بودن و درست و غلط هیچ کدوم هم مشخص نیست و برای اطمینان از اون باید تا روزی که گوشی به صورت رسمی معرفی بشه منتظر بمونید.